سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. 298 روز از جنگ غزه میگذره، نبردی که قرار بود در همون هفته های اول تموم بشه. حالا تنش های عجیب و غریبی رو ما به بهانش و پیرامونش شاهد هستیم، یکی از یکی قابل تأمل تر. میخواییم بررسی کنیم ببینیم چه چیزهایی در حال رخ دادن هست. فقط قبلش خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم، ما امروز در تهران شاهد 3 دیدار بسیار مهم بودیم. دیدار نمایندگان مقاومت با رئیس جمهور ایران، تصویری که دارید روی صحبته من مشاهده میکنید مربوط هست به دیدار دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین با آقای مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران. در این دیدار آقای مسعود پزشکیان بر این تاکید کرده که موضوع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان آزادی قدس با تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند. برادران و خواهران فلسطینی خود را در برابر جنایت‌های ضد بشری صهیونیست‌ها هرگز تنها نخواهیم گذاشت. آقای زیاد نخاله، دبیر کل جهاد اسلامی، هم در این صحبت‌ها در این دیدار بر این اشاره کرده که صدای رسای ایران در حمایت از مقاومت تأثیر مهمی در حفظ و پایداری آنان دارد. مردم فلسطین هیچگاه حمایت‌های ایران را فراموش نخواهند کرد. تأثیر دیگری رو دارید روی صحبت‌های من مشاهده می‌کنید، از دیدار آقای اسماعیل هنیه با رئیس جمهور ایران که بخشی از دیدارهای امروز با مقامات مقاومت بوده. عکس دیگری رو هم دارید می‌بینید از دیدار آقای شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل مقاومت لبنان با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران. در دیدار با آقای اسماعیل هنیه هم بر این مسئله تاکید شده. ایران بر مواضع خودش پیرامون مسئله فلسطین پایبند خواهد بود. در سایه رهبر معظم انقلاب در کنار فلسطین هستیم و در نبرد با دشمن صهیونی برای شما آرزوی موفقیت میکنیم. آقای اسماعیل هنیه هم در این دیدار رئیس جمهور ایران را در جریان آخرین تحولات سیاسی و میدانی جنگ غزه قرار داده و شرح داده برای آقای رئیس جمهور که وضعیت میدان به چه شکله، چه چیزهایی در حال رخ دادنه و از جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از پایداری و مقاومت ملت فلسطین تشکر کرده است. من لازم هست خدمت شما عرض بکنم که تک تک این فیلم ها و تصاویری که داره منتشر میشه بر روی درک طرف مقابل، آنهایی که در فلسطین اشغالی هستند، و بر روی درک طرف مقابل، آنهایی که در کشورهای عربی و همچنین در غرب نشستن، اثر داره، بسیار اثر داره. اظهارات مطرح شده و دیدارهای برگزار شده در هفته های اخیر از سوی دولت جدید ایران، از سوی دولتی که خب برند اصلاح طلبی رو با خودش حمل میکنه و به همراه داره، این پیام رو مخابره خواهد کرد به همه طرفای خارجی که ایران به یک بلوغی رسیده که متأثر از آن تحت هیچ عنوان نقشه راهش در منطقه، نقشه راهش در سیاست خارجی با آمدن و رفتن دولت‌ها تغییر نخواهد کرد. این چیزی که تا اینجا داریم می‌بینیم اگر تداوم پیدا بکنه، اگر همچنان تا انتهای این دولت به همین شکل باشه، بسیار بسیار امیدوار کننده و خوشحال کننده برای ایران می باشد. اگر موافق باشید عبور بکنیم. ما روز گذشته شاهد یک خبر خیلی خاص بودیم از حمله صهیونیست‌ها به یک پایگاه نظامی. بهتر از من در جریان هستین که تعدادی از نظامیان صهیون رو که اینها مشخص شد، گندش در اومد که اینها عده‌ای از فلسطینی‌ها رو فجیع شکنجه کردند. مربوط هست به فیلم‌ها و تصاویری که اخیراً منتشر شده از وضعیت یک زندان صهیونی که معروف شده به گوانتانامو رژیم صهیونیستی یا ابو غریب رژیم، که اونجا فجیع زندانی‌های فلسطینی رو شکنجه کردن، بیخوابی دادن، بعضی از اینها رو قطع عضو کردن، تعرض به زندانی‌ها صورت گرفته، برخی رو کشتن و حرفای از این دست. تعدادی از این نظامی‌ها رو بازداشت کردن که بازجوییشون بکنن. صهیونیست‌ها حمله کردن به این پایگاه. وقتی حمله کردن به این پایگاه، بخشی از نیروی نظامی رژیم صهیونیستی مجبور شده از غزه برگرده، از این پایگاه به اصطلاح خودو محافظت بکنه. سردسته اینایی که حمله کرده به پایگاه اونجا شعار میداده کی بوده؟ یکی از این وطن فروشای فارسی زبان ما که تو سعود اینترنشنال میاد میشینه، که تو بی بی سی میاد میشینه، که تو این رسانه ها میاد فارسی صحبت میکنه، میگه که به اصطلاح خودمون رژیم صهیونیستی خوب است، جمهوری اسلامی بد است. بچه اصفهانه،
بچه احسانه ببین، برای منی که گروه های تروریستی رو سالیان ساله دارم اخبارشون رو دنبال میکنم، این ماجرا همینقدر عجیب و غریبه که مثلا یکی از بچه های اهل سنت ما که تحت تأثیر داعش قرار گرفته بود، سالهای قبل رفته بود به داعش پیوسته بود، یه همچین خبری بخواد ازش منتشر بشه. دقیقا مثل همه چند ملیتی هایی هستن از جاهای مختلف دنیا با تعصبات افراطی مذهبی جمع شدن رفتن یه جا گفتن اینجا خونمونه. حالا من البته درباره این افراطی اینم عرض بکنم که الان خود صهیونیست‌ها میگن این احتمالاً نفوذی جمهوری اسلامیه که اومده اینجا فضا رو بریزه به هم همچین اتفاقاتی رخ بده. برجد آن چیزی که میبینیم آشفتگی در فلسطین اشغالی و اوضاع رژیم را به خوبی نشان میدهد. من لازم هست خدمت شما عرض بکنم شب گذشته خبری منتشر شد از حمله رژیم صهیونیستی به یک مرکز در سوریه. جزئیات روی خروجی رسانه‌ها نرفته، طرف سوری هم توضیحاتی نداده. همچنین رژیم صهیونیستی حملاتی به خاک لبنان داشته، در طرف مقابل مقاومت لبنان حملاتی به شهرک‌های شمالی داشتن، حمله به تجهیزات فنی یکی از پایگاه‌های رژیم صهیونیستی، حمله به یک تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی، حمله به سنگر و تجهیزات جاسوسی ارتش رژیم صهیونیستی، حمله به تجهیزات جاسوسی پایگاهی دیگر با موشک ضد زره و حمله راکتی به تجمع سربازان در اطراف یکی از پایگاه‌های رژیم. اینا بخش کوچکی از گزارش کار مقاومت لبنان در روزهای گذشته است. حالا ممکنه دوستان بگن آقا پس این که گفت رژیم صهیونیستی میزنم حمله میکنم ماجرا از چه قراره؟ باید صبر بکنیم ببینیم که اینها دقیقاً چه چیزی در ذهن دارن، برنامه‌شون از چه قراره. ولی آن چیزی که من میدانم این است، مقاومت پیام صریحی را مخابره کرده تحت این عنوان که در صورت کوچکترین حماقتی از سوی رژیم، تل آویو نشین‌ها باید منتظر اتفاقاتی خاص باشند. قبلا هم بارها و بارها خدمت شما عرض کردم در این که اینها ممکنه حماقت بکنن ذره شک نکنید. شما منتظر بقیهش باشید، شما نظارگر بقیهش باشید، ببینید در ادامه قرار هست چه چیزهایی رخ بده. اجازه بدید ادامه اتفاقات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. پیام قدردانی دبیر کل مقاومت لبنان از آقای ولی جنبلات خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرده. این پیام از این جهت مهمه که واقعا ولی جنبلات به عنوان یک چهره لبنانی که همسو با مقاومت لبنان هم به حساب نمیاد، همسو با مقاومت هم به حساب نمیاد، موضع ملی گرفت، موضع خیلی خاصی گرفت، اومد حمایت کرد از مقاومت لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی. بعدم گفت اینا که میگن ما حمله کردیم به خاک رژیم صهیونیستی و اون زمین فوتبال زدیم، حرف مفت میزنن. مقاومت این کارو نکرده، مقاومت هم بخشی از لبنانه. ببین اینا ما باید درس بگیریم ها. بعضی وقتا آقا یه خورده ناراحتی پیش میاد، یه خورده بحث پیش میاد، شبکه‌های اجتماعی میان مثلا افکار عمومی رو تحریک میکنن، یه دفعه شما نگاه میکنی فلان چهره سیاسی در ایران میاد درباره مقاومت هم اظهار نظر میکنه، درباره مدافع حرم خودمون، حالا اینکه مثلا در سوریه باشیم یا نباشیم، عراق باشیم یا نباشیم، اینا رو ولش کن، درباره مدافع حرم خودمون اظهار نظر میکنه که آقا مثلا اینها حضورشون خوب بوده است یا بعد تو انتخابات یه دوره قبل داشتیم. بابا یه سری مسئله ملیه، تو اصلا هزار یک فوش و فوشکاری هم تو کشور دشوشی نباید علیه اینها چیزی بگی. این درسی است که به نظر من ما از این مسئله باید بگیریم و انصافا در لبنان نشون بدی که بعضی ها به بلوغی که باید رسیدن. بریم ادامه اتفاقات رو با همدیگه بررسی بکنیم. بعد از حملات رژیم صهیونیستی و تهدیدات صورت گرفته، یکی از رهبران مقاومت لبنان مصاحبه‌ای داشته، تاکید کرده تهدیدهای اسرائیل را جدی می‌گیریم و خود را به طور کامل آماده کردیم. اصطلاحات دشمن نظیر ضربه کاری محدود برای ما بی‌معنی است، چون تجاوز در هر اندازه و هر حدی که باشد تجاوزگری است. واسطه‌های دشمن به ما گفتند که در این حمله به غیر نظامیان آسیبی نخواهد رسید، اما ما اعتمادی به دشمن نداریم. قطعاً به هر گونه حمله از سوی اسرائیل پاسخ خواهیم داد. فرماندهان مقاومت درباره نحوه و حجم پاسخ به هر گونه تجاوزگری احتمالی از سوی دشمن تصمیم گیری خواهند کرد. می توانیم تأسیسات نظامی دشمن در حیفا، جولان و دیگر نقاط را زیر آتش سنگین بگیریم. این بخشی از صحبت‌های مقامات مقاومت هست در مصاحبه‌های اخیرشون. همزمان با این صحبت‌ها 20 راکت در یکی از حملات مقاومت در ساعت گذشته به سوی صهیونیست‌ها شلیک شده. یه خبر هم صهیونیست‌ها منتشر کردن، نمیدونم تا چه حد این خبر میتونه قابل تایید باشه چون تا الان کسی گردن نگرفته. گفتن یه پهپادی در حال حرکت بوده به سمت یک منطقه اقتصادی در دریای مدیترانه که ناوچه سائر با همکاری جنگنده‌های رژیم صهیونیستی موفق شده این رو رهگیری بکنه. اینم خبری است که صهیونیست‌ها منتشر کردن. باید صبر بکنیم ببینیم آیا از سوی نیروهای مقاومت کسی بیانیه منتشر خواهد کرد یا نه. ما در غزه شاهد شکار
نظامی های صهیون توسط رزمندگان مقاومت بودیم. خیلی جالبه بخشی از این فیلم هایی که منتشر میشه نشون میده با تسلیحات صهیونیستی دارن اینا رو میزنن، یعنی رفته قبلا یکیشون رو انداخته بعد تسلیحاتشو و سلاح تکدیر انداز رو گرفته، حالا اومده داره بقیهشون هم شکار میکنه. فیلم ها یکی از یکی شاهکارتر، یکی از یکی بی‌نظیرتر، و بخشی از تصاویری که از سوی مقاومت منتشر شده به خوبی نشان میدهد که مقاومت تا حد بسیار زیادی همچنان در مقایسه با رژیم صهیونیستی بر میدان تسلط داره. بریم ادامه اتفاقات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شب گذشته من در شبنامه ها خدمت شما عرض کردم که تعدادی از فلسطینی ها در زندان های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن. حارث سلام به عدد 48 زندانی اشاره کرده، گفته 48 شون از ابتدای جنگ غزه تا الان توی زندان ها کشته شدن. اینم لازم خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که از صبح امروز تا این لحظه چیزی در حدود 40 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن و 100 فلسطینی هم دچار جراحت شدند و این صرفاً بخش کوچکی از اخباری هست که برای ما کاملا عادی شده. دوستان عزیز خدمت شما عرض بکنم که در 5 روز گذشته صهیونیست‌ها از برخی نقاط در غزه هم عقب نشینی‌هایی داشتن، خبری که روی خروجی رسانه‌ها رفته. یک خبر دیگر هم منتشر شده تحت عنوان که انگلیس در صدد توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی میباشد. اینا در حرف خیلی نکات مختلفی گفتن، در عمل باید بریم ببینیم آیا واقعا چیزی رو خواهد داد یا صرفاً یک نمایش هست مثل همه نمایش‌های تکراری قبلی. یک اظهار نظری به نقل از مدیر عامل مجمع جهانی کشتیرانی منتشر شده، گفته که شرکت‌های کشتیرانی از عمق عواقب اثرات آبشاری بحران دریای سرخ شگفت‌زده شدند. تأثیر دوره‌ای بحران در دریای سرخ موجب تحویل طولانی‌تر محموله‌ها، کاهش ظرفیت، کمبود تجهیزات و ازدحام در بنادر شده که این موارد نیز منجر به افزایش نجومی قیمت‌ها و کاهش قابلیت اطمینان در برنامه‌ها شده است. سوال قابل تأملیه که اگر اینها رو می‌فهمید چرا مطالبه پایان جنگ غزه نمی‌کنید؟ نه دیگه، ببین ما که می‌فهمیم اینا چیزای خوبی نیست، ولی با بچه‌کشی رفیقمون هم نمی‌تونیم مخالفتی بکنیم. این دوتا رو باید در نظر داشته باشیم. بله ما خیلی وقت اینها رو در نظر داریم. نظم کثیفی بر دنیا حاکم است و تنها راه نجات بشر را ما براندازی این نظم می‌دانیم. اتفاقی که از 57 شروع شده محدود به ایران نیست و امیدوار هستیم هر چه سریعتر فراگیر بشود. چون این توهین‌آمیزه. این چیزی که ما در دنیای امروز داریم می‌بینیم توهین است به ملت‌هایی که هنوز شرافت را می‌فهمند. بریم ادامه ماجراها رو با هم بررسی کنیم. کلی خبر و اتفاق خاص در نقاط مختلف دنیا در قالب تظاهرات و اتفاقهای این شکلی داشتیم. فیلمی منتشر شده از هواداران تیم فوتبال پرتغال که خواستار توقف نسل‌کشی در غزه شدن، اهتزاز پرچم فلسطین رو در المپیک شاهد بودیم. 10 یا 15 تا بازیکن داره فلسطین در این المپیک. علتش هم اینه که نزدیک 300 تا ورزشکار حرفه‌ایش که اینا بازیکنایی بودن که در سطح جهانی بازی کردن توی درگیری‌های اخیر به شهادت رسیدن. خیلی ترسناک که اتفاقاتی که رخ داده، یک ملتی از 2 میلیون نفر جمعیتش نزدیک 150,000 تاشون کشته و زخمی شدن. اصلا دنیا کاری با این مسئله نداره، پشیزی ازش خالی نیست. تظاهرات در نقاط مختلف دنیا رو امروز شاهد بودیم. یه فیلم خیلی خاص منتشر شده از آلمان که پلیس رفته بازداشت کرده حامیان فلسطین. و اگر فیلم‌های آلمان رو دیده باشید خیلی خشن پلیس آلمان در مقایسه با دیگر کشورها برخورد کرده با حامیان فلسطین. بعد نکته جالب اینجا هست که وقتی دارن یک دختر خانومی رو دستبند میزنن بازداشت بکنن، یک خانم یه گوشه نشسته. پلیس وقتی میاد دختره رو هول بده گوشه دیوار، میره سمت این خانومه و میبرش سمت گوشه دیوار این دختره رو و اون دست اینو میبوسه. اون خانومی که اونجا نشسته دست این دختره که حامی فلسطین هست رو میبوسه. این واقعیت دنیاست. همه محترم میدانن هر کسی رو که به هر شکل ممکن از فلسطین حمایت داشته باشد. طولانی ترش نمی کنم. اگر نکته بود در قالب پیام برای من بفرستین. جوشن صغیر فراموش نشه. این زره مهم بر تن رزمندگان مقاومت رو فراموش نکنید، ازش غافل نباشید. دعا بکنید برای بچهای مقاومت، برای سلامتیشون، اونایی که در نقاط مختلف ایالات متحده مقاومت در سرحدات این ایالات متحده جدید در حال نبرد با دشمنان هستن. برای تک تک اینها صدقه کنار بذارید، کار مهمی داره انجام میشه و تظاهرات جای دیدید شرکت بکنید. یه مسئله مهم هم بگم فراموش نشه. دوستان عزیز ما همونطور که در جریان هستین به لطف شما و همت شما
و کارهایی که در ماهای قبل انجام شد، موفق شدیم شرایط حضور در مراسم پیاده روی اربعین و زیارت آقا امام حسین رو برای 9 نفر از بچه‌هایی که اینها 4 تاشون مبتلا به بیماری ایدز هستن و خب بدون سرپرست هم هستن، به لطف شما شرایط برای حضور اینها فراهم شده. اما این کافی نیست، این کافی نیست. توی کانال هم عرض کردم بعضی ها از مدینه با آقا امام حسین راه افتادن، بعضی ها شب عاشورا رسیدن، بعضی ها روز عاشورا رسیدن. ما 1400 سال بعد رسیدیم. بیایید ما ثابت بکنیم به همه اونهایی که روز عاشورا بهش رسیدن، اونهایی که از مدینه باش را افتادن، بیایید ما ثابت بکنیم به همشون که اگر 1400 سال بعد رسیدیم ولی ما براش لشکر را میندازیم، ما براش سپاه را میندازیم. چجوری این کار را بکنیم؟ برای پیاده روی اربعین هر کس میتونه حضور پیدا بکنه، هر کس میتونه یه رفیقی رو پیدا بکنه، یه رفیقی که میدونید این دوست داره بره، شرایط مالیش فراهم نیست، بفرستید دیگران رو، تشویق بکنید بقیه رو، با بقیه صحبت بکنید. اگر دیدید کسی توان رفتن نداره، اگر دیدید کسی به لحاظ مالی مشکل داره، سعی بکنید این مسئله رو حلش بکنید. که ما به یاری خدا امسال در پیاده روی اربعین شاهد یک اتفاق خیلی خوب به مانند سالهای دیگر، سالهای قبل‌تر باشیم. نکته دیگه ای ندارم، اگر بحثی چیزی بود در قالب پیام برای من بفرستین. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.